اعمار کانالیزاسیون و تصفیه فاضلاب جز رکن اساسی حفاظت محیط زیست به شمار می آید. در ساحه قلعه وزیر مربوط ناحیه 16 شهرداری کابل پمپ استیشن فاضلاب از گذشته به خاطر فاضلاب مکروریان ها ایجاد گردیده، اما با تراکم نفوذ در شهر کابل و تبدیل تشناب های غیر معیاری سابقه به سیستم مدرن و حفر چاه های سپتیک، تانکرهای تخلیه فاضلاب که برای تخلیه این چاه ها فعالیت می نماید در این پمپ استیشن فاضلاب جمع آوری شده را که از نقاط مختلف شهر کابل گردآوری می نماید، به شکل قراردادی در بدل پرداخت پول بر ریاست تدویر مراقبت مکروریان ها در این دستگاه تخلیه می نمایند. اما شکایت های در رابطه با تخلف در حسابدهی تانکرهایی که به این دستگاه فاضلابشان را تخلیه می نماید موجود بوده و گفته می شود پول حدود 1000 تانکر در یک ماه حیف و میل می شود. بدین لحاظ تیم ردیابی در پی آن شد تا نوکری والی 24 ساعته این دستگاه را به تاریخ 18 الی 19 عمل سال جاری به بررسی گیرد. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. به خاطر حسابگیری دخول تانکرهای فاضلاب به دستگاه پمپ فاضلاب قلعه وزیر، تیم ما از ساعت 7:30 دقیقه صبح روز دوشنبه مورخ 18 عمل الی ساعت 7:30 دقیقه صبح روز سه‌شنبه مورخ 19 عمل سال جاری در ساحه مخفی گردیده و این دستگاه را تحت پوشش تصویری قرار دادند. بیننده های گرامی، قسم می‌بینید تصاویر یک کم از دورتر، از فاصله دورتر گرفته شده، به خاطر از اینکه اگر ما خواستیم همین تصاویر از دور بگیریم و نماها را تمامش از دور فاصله دور بگیریم تا جریانه که ما ثبت میکنیم از داخل دستگاه و داخل تصویر خانه کسی خبر نشه و ما بتونیم که ارقام را بگیریم که در یک روز یا در 24 ساعت در داخل تصویر خانه چقدر موتر به خاطر تصویر چاهای فاضلاب در داخل از داخل میشه و راپوری که یا گزارش که یا برای تدویر ریاست تدویر مراقبت میتن چقدر است و در امی اوایده که به خاطر اواید تصدی هست، آیا واقعا چیزی که داخل میشه و امو ارقامی که داخل میشه امو تمامش مستقیما برای ریاست تدویر مراقبت گزارش داده میشه یا موارد دیگه از تخلف و تخطی هست در داخل؟ بیننده های گرامی، قسمی که میبینید ساعت در کم یک یا 12:50 دقیقه ظهر است. ما اینجا ششتم سه موتر داخل دستگاه شد که تقریبا موترها به حدود 108 موتر رسید و ما به خاطر که راپورت دقت داشته باشه و دقیق باشیم از ساحت دور نشدیم و نان چاشنم در اینجا خواستیم و اینجا نان خودم میخوریم و از اینجا میبینیم ساحرم که موترها چند تا دیر بیر میشن و چند تا داخل خواهد شد و به خاطر تصویر چاهای سپتیک یا مفهوم فاضلاب در داخل تصویر خانه. بیننده های گرامی، قسم می‌بینید آذان عصر است و ساعت است 4:16 دقیقه و ما تا ساعت 4:16 و 4:17 دقیقه همیجا هستیم. یادداشت گرفته رئیسیم که چقدر موتر به داخل تصفیه خانه میره و تمام ارقام در اختیار شما قرار خواهیم داد. بیننده های گرامی، قسمی که می‌بینید فکس ساعت 11:04 دقیقه شب است. ما در اینجا انتظار میکشیم از بین موتر فیلم برداری داریم و ما تا صبح میبینیم که چقدر موتر دیگه خواهد اینجا تخلیه شد. دقیقا ساعت 5:10 صبح هست. به دلایل امنیتی و سردی هوا نتونستیم که باقی مانده شب ما بتونیم استند بتیم یا صحبت های از بیرون اینجا داشته باشیم بر شما. بعد از هر 24 ساعت گزارش نهایی تانکرهای داخل شده به این پمپ استیشن را موظفین نوکریواد در جدول ثبت کرده و بر ریاست تدویر مراقبت مکروریان ها می سپارد. ارقام به دست آمده 24 ساعته تصاویر ما نشان دهنده ورود 299 تانکر به داخل این دستگاه بود. حال ما بر ریاست تدویر و مراقبت مکروریان ها رفته و خواستار آن شدیم تا این جدول را تماشا نماییم که به چه تعداد تانکرها به این اداره گزارش داده شده است. بیننده های گرامی، به ریاست عمومی تصدی تدبیر مراقبت مکروریان ها آمدیم. حال میخوایم پیش رئیس ریاست بریم و بپرسیم که در گزارش که به ریاست رسیده چقدر وسایل تخلیه فاضل ها برشان تا حال از ساحه بنایی برشان رسیده، تا راپور و گزارش نهایی چقدر است؟ با رئیس در تماس میشیم. موضوع را جناب رئیس، سلام بر شما. خوب هستین؟ صحت هستین؟ جانتان جلسه و خیر جلسه داره شما؟ ما میتونیم انتظار بکشیم یا در بیرو باید باشیم؟
دیگه شو صحبت و کتمه شما دیگه چی گفت بس برای انجینیر سه و معاون فنی مهان صاحب فنی خیلی یک بخش است. این بار میخواستیم همین راپور گزارش که به حساب تخلیه چاهای فاضلاب و موتورهای تخلیه فاضلاب میاد در مثالی بنای اون راپور ببینیم گزارش ببینیم و روی از اون کار میکنیم. این بار با کجا بریم؟ وقت داریم. وقت داریم. وقت داریم. خوب است. هر جایی که شما میگین. خوب است. تا زنده باشین. همینجا انتظار میکشیم جناب. خب. نه خواهش میگم شما مصروف هستین مشکل نیست. یارم اینجا انتظار میکشیم تا جناب رئیس مصروفیتاشون ختم شود و با ایشان صحبت خواهیم داشت در مورد موضوعات تخلیه فاضلاب و موترها و گزارش نهایی که از دیروز تا امروز بهشان رسیده. جناب رئیس ما میتونیم در جریان که شما صحبت کنید در مدیریت انجینری و فنی امو بخش کس اموجا بریم امو تو حتما گزارش ها بر از امو میرسن اوجا اینجینیر صاحب اینجا کار کن خودت اینجا چون ما واقعا خیلی پرابلم های کاریست خودت بالا برو اگر اینا چای بگم میشینه زنده باشین چی هم هست سوالات شان هم چیزی هست جوابای خودم که بود اگر به پلان انجینیر و اوائد مصرف هر جایی ضرورت میشود بیا نفر تیجا بگم بابا سایش نیست زنده باشید رئیس صاحب که تو مستقیم نمیشه محترم که اگر بریم با مو بخش از اونجا امور ارزیابی کنیم باید بیاییم سلام علیه صاحب چی دا شما میخواید؟ همی در تخلیه یک مثلا ساحات تدویر مراقبت جای تصفیه خانه داره یکی جای تخلیه گاه داره نه در سایی بنایی این نمیخوای یک گزارش مجموعی که برش داده میشه از هر 24 ساعت است من نمیفهم یا از این ماوار راپورش میاد خب از 24 ساعت هم ختم میاد که از مثلا از امروز تا سوای چند این ماوار ماوار است خب مثلا حالا اگر دیروز اینجا چی شما میشه تیر شوین دیروز مثلا از دیروز تا امروز چقدر نمیره میخواستیم راپور شو بگیریم بله. که چقدر موتر باش مونده ها تا بخش محاسبه میریم اونجا پروتکولا و یک موضوع ازی که مثلا در یک روز یک در 24 ساعت چقدر موتر اونجا تخلیه میشه این همیان خب برای شما باید راپور و گزارش باشن خوب است مدیریت عمومی محاسبه عواید و مصارف سلام علیکم سلام علیکم مدیر صاحب خوب هستین صحت هستین جان تان جور است صحت هستین برنامه ما چون شکل مستند داره کمری ما هر جای با ما یک جا هست چون چشم بیننده است می خوام که چیزی که موضوعات است بیننده هم کلش ببینن مدیر صاحب در ارتباط همی چاهای تخلیه که است که مواد فاضلاب توسط تانکرها آورده میشه و وجه تخلیه میشه و او باز به یکی خود از های بنایی مربوط تدبیر مراقبت است که باز از اوجه شوت میشه به قلعه زمان خان به تصفیه خانه من میخواستم این راپور 24 ساعته شما را ببینم که 24 ساعت مثلا چقدر موتر اوجه تخلیه شده آها. حتما اوجه بر شما گزارش میتن بفرمایید سر دیروز که 272 تانکر است من میشه نشان بدینم تاریخ 18 از ساعت چند تا چند خیت میشه؟ خب از ساعت 8 شروع میشه تا 8 صبح تا 8 صبح ما با این رقم یک ذره متفاوت است این رقم با ما چیزی که مدیر صاحب رقم پیش شما آمده چیزی که در دسترس ما قرار گرفته از دیروز تا امروز خیلی بسیار ارقام یک کم بسیار متفاوت خواهد بود با او خاطر من خواستم میره پرسان کنم که چطور ارقام متفاوت شده پیش شما من براتون خیلی جدول شبه کشم که خوب است میبین خوب است میبین جناب مدیر صاحب خدا معرفی هم میکنند که معرفی شما پیش شما باید باشد اسمتان؟ اسم امیر محمد عاشق انصاری بله مدیر عمومی هوای مصرف بسیار خوب بسیار خوب یعنی جدول نمیست که نوکریوال امروز نوکریوال که از دیشب تا امروز بوده کی بوده؟ اوجه چند نفر بودن و کی ها بودن؟ دو نفر هستن آها کی هستن؟ داود نام داره در محاسبه سی هستن و یک شام رستم نام داره که رستم فکر میکنم در انجینیر در دزگاه مرکز گرمیست دو نفر نوکریوال هست یکش از داخل مرکز ریاست هست یکشم از شبکات فنی خب بسیار خوب بسیار خوب یعنی تقدیر که روز
از روز دوشنبه 18 عمل اینی چیزایی که تخلیه شده و هر کسی که تخلیه میکنه باز یادداشت میده هر تانکر که میاد یادداشت میشه شرکت ولید سهیل 4500 حجم تانکر است نو تانکر مازدا است و نمبر پلیت تانکر هم خونو چیز است شما میبینین 636179 تایم تخلیه 7:35 دقیقه خب با ردیف هم تو کلگی لست کردن تا ای تمام یک جدول مکمل خب صحیح 24 ساعته و این شکل شما که میبینین بیننده های گرامی جدول است که اسم شرکت ذکر میشه اگر سرش یک ذره روش کنین نوید جان نشته جدول تخلیه تانکرهای فاضلاب در پمپ استیشن قلعه وزیر معرخ شما چون ذکر نکردن شاید در ورق اول ذکر کرده باشن میره ببینیم در ورق اول هم اگر ببینین ذکر نمیکنن خود آخر شاید ذکر شده باشه صحیح است و اینجا شماره است و اسم شرکت است حجم تانکر است نوعیت تانکر است نمبر پلیت تانکر است تایم تخلیه است و ملاحظه شده است که باید امضا داشته باشن یا بعضی چیزایی که مجا باید برسه بله خب به این شکل ای از روز دوشنبه تا سه شنبه که امروز است تاریخ 19 حمل سال جاری به این شکل تمام چیز لست شده که آخری شماره 272 آقای وحیدالله آمده 7:29 دقیقه امروز و قرار شرع فوق نوکری والی معرخ نق انجام یافته و به تعداد 272 قطعه کار جمع‌آوری و ثبت جمع‌آوری شده و چی اسمی؟ تسلیم مدیریت عواید و مصرف گردید با احترام همیاره مدیر صاحب سوالم از در ذهن بیننده هم خود پیدا شد و در ذهن ما هم پیدا شد و بعض از کسایی که شکایت هم دارند که احترام میشه که مثلا همین رقم ها گاهی وقت نادرست باشه مثلا امی تعداد که 272 مثلا امی را از دیروز که روز دوشنبه است تا امروز که روز سه شنبه است 8 صبح ما شما هم اگر راپور گزارش مکمل رسیده شما متیقن هستین که این عدد بخیر عدد درست است هیچ مشکل نداره ما یقین دارم که عدد درست است بخاطر که من دیگه جدول برات نشون میدم اگر خدای نخواسته یک نوکری وال ما یک خیانت کنه نوکری وال بعدیش نمیکنه او ارقام بده دیگه چون ما به می ارتباط آمرین شبکات هم رفتیم سه ما نوکری کردیم خود ما هم رپولی دو نفر از ما هم رفتیم نوکری اجرا کردیم ولی ما دیدیم که دقیقه سر هیچ مشکل نداره خب بسیار خوب صحبت های بدی با شما و رئیس هم یک جا داشته باشیم یا با شما مطرح بسازیم رئیس هم باید تجریان باشه صحبت های شما اگر در مورد رقم خواهد بود زیادتر فوکس مسرمی رقم است تعداد یک ذره شاید زیاد خواهد نشده کم خواهد شده باشه خب اکثریت میرن گفتم در چهار شخصی میرن مشخص نمی فکر نکنم در داخل دستگاه پمپ فاضلاب قلعه وزیر 4 کمره امنیتی نیز نصب گردیده که تمامی ساحات این دستگاه را تحت پوشش تصویری قرار می‌دهد. بدین لحاظ مسئولین در ریاست تدویر و مراقبت مکروریان‌ها و تیم ما به خاطر شفافیت بیشتر حسابگیری تانکرها خواستار بازبینی تصاویر این کمره ها شدیم که بعد از طی مراحل رسمی یکی از کارمندان بخش تکنولوژی معلوماتی شهرداری کابل به خاطر دیدن تصاویر این کمره ها به این دستگاه فرستاده شد. در ابتدای کار فرد فنی شهرداری کابل از سرعت بخشیدن در دیدار تصاویر کمره های امنیتی خودداری می نمود. اما با تلاش های زیاد توانستیم این تصاویر را به سرعت مشاهده نماییم. سیستم فست مود یا سیستم که تصویر سرعت می گیره به خود. این سیستم می توانید فعال کنید که ما بتانیم تستیز ببینیم که این تصویر چگونه تیر می شه؟ خب به خاطر شفافیت میشه که از حالت نرمالش شما بگیرین حساب بگیرین یک دانه این خب اگر فست مود هم بزنیم میشه که موتورات پیروبیر شوه اینجا باز هم اشتباه رفت نه یکی اون مسئله اگر فست مود بزنین مثلا مشکل نیست موتر که تیر شد خب حساب میشه مثلا دمی دروازه که مدره به این شکل موتر اگر یک کم سریع داخل شد هیچ مشکل نداره ما شما دیده میریم که سریع داخل شد و وقتایی که مثلا تایم های فرصتی هست که مثلا در نیم ساعت هیچ موتر نامده خب بازور ما نمیتونیم که نیم ساعت مکمل بشنیم که تا موتر نامده موتر بعدی اگر فست مود باشه خود رو میتونیم که تیز تیر شد که موتر بعدیش میه و اینجا میبینه که 4 تصویر هستن یعنی اگر یکیش از پیش ما اشتباه تیر شد دومش نمیشه سومش نمیشه چهارمش نمیشه این سیستم
سیستم فعال کرده میتونید؟ سیستم فعال میشه ولی به خاطر فسی بودن گزارش شما حالت نرمالش داره. نه حالت نرمالش دقیق است، اما صحبت های قبل ما شما داشتیم چیزی را که پیش از اینکه کامرا به صف بیاید شما گفتین سیستم فست مود فعال نمیشه و نمیتونیم که در یا فست مود که بیننده های ما بگیم سرعت دادن برای کامرا ها این را میخواستم که سیستم فست مود قبل نمبر شما گفتم فعال میشه ولی دقیق حساب نمیشه. در جریان دیدار از کمره های امنیتی شما میبینید که از ساعت 10:26 دقیقه قبل از ظهر معرخ 18 عمل تا 12:48 دقیقه ظهر آن روز کمره های امنیتی خاموش گردیده که در این مدت نظر به تصاویر ضبط شده کمره ما 40 موتر داخل دستگاه شده و فاضلاب را تخلیه نمودند. در حالی که در جدول گزارش آنان 36 موتر در این زمان درج گردیده بود. تا 10:26 دقیقه به شما لسته است گرفتین 53 موتر داخل ازیجه شده سیز؟ یعنی عدد 53 درشت است سیز؟ 53 موتر اینجا ضرب میتونیم که از پیش ما باشه دقیق کمی اشتباه نشم 53 جمع 206 مساویز به 259 چند دانه دیگر در وقتی که چیز بوده باید از روی خود داده باشین؟ او را دیگر در شما کامرا فلم جمع 36 چیزی که شما دادین نه ما خود اما ما حساب کرده بودم 36 295 دانه نه شما من 36 حساب کردم ما حساب کردم امورا ما دمو خاطر ما دقیق با اون راپور شما است جناب انجینر است با راپور شما چی را ببینید ما امورا ببینید فیلم ما میبینم در فیلم ما باش برم برات نکایه میگم در فیلم ما حدود اینمی وقت پیک آمده شما 36 موتر قید کردین اجازه بدید من براتون میگم باز خیر بود چیزا هست چیزی را که شما قید کردین در فیلم ما در خودتان قید کردین 36 موتر قید کردین 36 موتر خودتان راپور دادین اینجا که راپورتان است گفتین ما دقیق چی نمیتونیم نه انجینر صاحب فیلم ما خیر 36 دانه را شما راپور دادین یعنی چیز دقیقی که راپور دادین 36 دانه ما گفتم که سوال میخوام انجینر صاحب 24 ساعت از ارزیابی کردیم یا نه؟ در 24 ساعت که موتر جستاد نمونده دیگه نه اگر یک اول جستو با اجازه بتین هفتونیم اجازه بتین هفتونیم بجا آمده باشن تا هفتونیم صبح همینجا کدام موتر استاد نمونده نه؟ نهایت پنج دقیقه داده اما با مو خاطر ما روند گرفتیم 24 ساعت مکمل گرفتیم 295 منفی 272 در راپور که شما دادیم 23 موتر دیگه تا حال چیزی که راپور خودتان دادین چیزی که دقت در کامرا ما آدم سر صبح تا میال را گرفتیم 23 موتر چند موتر در می ایام نظر به راپور خود ما که شما میگین نه نظر به راپور خودتان ما 23 موتر کشیدیم بیننده های گرامی تلویزیون خورشید ما به ریاست عمومی تصدی مراقبت مکرو رایان ها آمدیم همراه با انجینر صاحب رستم و آقای داوود کسایی که در امور روز 24 ساعته نوکری بودن در داخل از این بخش پمپ استیشن قلعه وزیر حال میریم صبحانه با رئیس تدبیر مراقبت خواهد داشتیم در این مورد و موضوعات با وی در تماس خواهد شدیم که چی گفتنی های خواهد داشتن و سرانجام گزارش ما به کجا خواهد انجامید با ما برنامه را دنبال کنید بیننده های گرامی در دفتر کار دیپلم انجینر شفیولا قیصری رئیس تدبیر مراقبت مکرو رایان ها هستیم ایشان با ما هستند جناب رئیس سلام بر شما خوب هستید چندین بار پیش شما آمدیم مزاحم شدیم خیلی معذرت می خواهیم میخواستم اول یک ابتدا سر از می چاهای پمپ استیشن قلعه وزیر یک کم روشنی پرتین که این پمپ استیشن وظیفش چی است و کاری که باید کنه چی است در ساحه یک توت میگن از قبلا آنتن های رادیو که موقعیت داشت اوجه یک پمپ استیشن مربوط ریاست تصدی تدبیر و مراقبت مکرویان ها قرار داره که او وظیفه چیست که تمام که فاضلابی که در کانالیزون های مکرویان ها می باشد در اوج جمع میشه و باز از اونجا از طریق زیر دریای کابل به تصفیه خانه یا سپتیک قلعه زمان خان شد میشه که در تصفیه خانه یا سپتیک قلعه زمان خان اوج تصفیه میگرده همچنین ببخشید در اینجا یک تعداد تانکرهای هم از نقاط مختلف شهر کابل مطابق به قراردادهایی که با بخش خصوصی و دولتی ادارات دولتی وجود داره اونا میارن در این پمپ استیشن قلعه وزیر تخلیه میکنن با از طریق چیز به قلعه زمان خان قیصری صاحب من یک برنامه رو گرفتم از روز دوشنبه تاریخ 18 حمل سال جاری که روز دوشنبه بود تا روز سه شنبه که 19 هم ببخشید از 18 از 17 الی 18 دو تاریخی که روز دوشنبه الی سه شنبه در می هفته جاری
گرفتم که 24 ساعت تکمیل کردیم که از 1:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه صبح بعد. در گزارش که چیزی که باز آمدیم به مدیریت که بیننده ها تصویر شدیدن به مدیریت محاسبه اونجا امو جدول نوکری والی را که فرستاده بودن جدولی که درد شده بود که چقدر موتر داخل از اونجا شده بود 272 موتر تخمین شده بود ثبت کرد نوشته شده بود در گزارش در راپور نوکری والا کاملا. و ما بعدن رفتیم به خاطر دقت و شفافیت در کار در روند کار به خاطر از اینکه ما هم فیلم برداریش داشتیم و غیر از او گرفتیم امو کمره امنیتی را چک کردیم کمره امنیتی در داخل امو ساحه را با امو نوکری والای امو شب یک جا چک کردیم و دیدیم که یک مشکل که اونجا پیش آمده بود از 10:26 دقیقه روز دوشنبه تا 12:48 دقیقه روز امو روز یعنی 2 ساعت تقریبا 2 ساعت 20 از 220 دقیقه هم بالاتر کمره ها خاموش شده بود دلایلش هم گفتند که شارتی برق یا موضوعات برق بوده کدام مشکل بوده که از حساب برق کمره ها خاموش شده بود. بعد از او ما با وجود از او هم امو راپور که پیش مدیر صاحب محاسبه راپور و گزارش را کشیدن در امو مدتی که خاموش شده بود 36 موتر دیگر خودم دوستایی که در اونجا نوکریوال بود گزارش داده بودن. در مجموع ما چیز را که جمع کردیم و تمام کمره امنیتی را تا ساعت 7:20 دقیقه روز سه‌شنبه ما چک کردیم در مجموع 295 تانکر داخل جو تخلیه شده بود که چیزی که ما شاید به اون رقم باز ما کوشش میکنیم که تصاویر یک جا کنم ببینیم با خودم که چقدر تفاوت دیگه دیش خواهد آمد. خود 295 رقم است که از خود از می ریاست و کمره های امنیتی که چک شده و راپور گزارش که رسیده در او است و پیش شما 272 مورد راپور داده شده که یعنی 23 تانکر خامیال در چیزی که راپور پیش شما است کم بود است. ما میخواستم در این مورد نظر شما رو داشته باشیم که آیا از این موضوع شما نظارت دارین دقیق جریان داره در این موضوع؟ چون همین روز فرداش روز سه‌شنبه که شما تشریف آوردین ای گپا گفتین ما همه روزه بر ما نمیارن همه روزه راپور همراه با کارت های ثبت شده به مدیریت عواید و مصرف سرمحاسبیت میبرن دوجه تسلیم میکنن و گزارش خود میتن. ما در جریان که شما گفتین خبر شدم و معلومات هم کردیم شما که گفتین برق هم خب این موضوع برق در افغانستان یک پرابلم هست یکی برق رفته پرابلم بر از نو ایجاد شده. ما از نو پرسان کردیم که چرا شما در اینجا تفاوت دارین اونا میگه تفاوت ما در اینه که ما وقت برق رفته و ما در وقتی که جریان برق نبود ما تانکرها تخلیه نشدن اونا میتو استدلال میکنن ولی من نمیتونم این گپ تضمین بکنم به خاطر از اینکه شفافیت باشه لطفاً بهتر است با خودشان مصاحبه بکنید خودشان نظریات خود داشتن قیصری صاحب و اجریانی که برق قطع شده بود ما گفتم تا حال ما گزارش خود کدش تطابقت ندادیم که از ما چقدر مثلا موتر یا افزود میشه یا موارد دیگه چیزی را که خودشان گزارش تا حال دادن 295 مورد خودشان یعنی چیزی است که ثبت شده خود هم کمره های امنیتی اوجاست و هم در دفتر که پیش مدیر صاحب ثبت شده از همون جریانه که بیش از دو ساعت کمره قطع شده بود 36 مورد دیگر هم که ما افزود کردیم کمی چیزی که راپور دقیق خودشان داده بودن 295 مورد بود و 23 مورد در اینجا کمبود تانکرها احساس میشه. من خواستم این را بپرسم ما نظارت در این مورد نظارت ما همیشه جدی است همیشگی هست دائمی هست خصوصا در فصول تابستان و در این وقت ها هم اونقدر چی داریم منتها در این روزهای انتخابات شما بهتر میفهمید همین روز شما فرمودین دوشنبه بود نه بله. روزهای بعد از انتخابات بود روزهای بعد از انتخابات این طبعا شاید شده باشه که با استفاده از همین پرابلم هایی که بعد از انتخابات گپا و مصروفیت های زیاد و گپا اگر چیز ولی در دیگه وقت ها ما همیشه روزانه پرسان میکنین شخصا من خودم این مدیر سبب واحد مصرف که چطور است پرابلمی که اگه ایجاد میشه اگر برق که میره و اگر هر گونه عوارض تکنیکی که پیدا میکنه و ما جنریتر هم داریم بخود اگر جنریتر هم بخود جنریتر های کنه هستن ولی ببخشید این گپا رو پرسان میکنیم همین مورد ما بعدم که پرسان کردم از مدیر سبب واحد مصرف و اینا بر ما استدلال کردن که نبود برق باعث ازی شد که ایتو یک تفاوتی بیه ولی ایره من نمیتونم که به جای از اونا ایره چی کنم ای باید بررسی شوه و ما هم بررسی میکنیم. ما تشکر میکنیم که شما رسانه هستین تا این زوایای تاریک اگر وجود داره بله بسیار خوب کردین اگر این زوایای تاریک بر ما روشن کردین و ما ایره جدی میگیریم شخصا و ما بر خود هیچ وقت
ایره نمی بخشون که اگر غافل بمانم و به اصول دزیر ریشم کسی سوء استفاده بکنه یا دست. با باور آگاهان امور ارگا در 24 ساعت پول تخلیه حدود 30 تانکر، در یک ماه حدود 900 تانکر و در یک سال حدود 11000 تانکر حیف و میل می شود، رقم درشت از عواید حکومت به جیب های شخصی افراد سرازیر می گردد. این در حال است که به باور مردم باید حکومت در راستای حیف و میل شدن عواید دولت توجه جدی مبذول دارد. اگر اسناد و مدارک که نشان دهنده فساد و موارد غیر قانونی در دفاتر دولتی و غیر دولتی در دسترس شما قرار دارد، می توانید به این آدرس ها با ما شریک سازید.